خدا سلام و شبتون بخیر. امروز شنبه 11 سنباله 1396 خورشیدی است که برابر می شود با 2 سپتامبر 2017 میلادی. در نخست سرخط مهمترین خبرها، معادن لاجاورد بدخشان در چنگ زورمندان تا دندان مسلح. یکی از معادن مشهور بدخشان معدن لاجورد است که او به دست یک تعداد افراد مسلح غیر مسئول است. در گرو بودن خانواده ها نزد مالکان داشت های خشت پزی در ننگرهار. مجبوری را کسی را بندیدی یا اولا گروپایی دی بس چه کار اونو که باز باده که من نتیدیم. و اجازه ندادن کاروان داعشیان به مرز عراق. مشروع خبرها، شماری از خانواده ها هنوز هم در داشت های خشت پزی در ولایت ننگرهار در گرو هستند. بسیاری این خانواده ها کسانی هستند که به دلیل جنگ از مناطقشان بیجا شده اند و کودکانشان نیز در این داشت ها کار می کنند. مسئولان محلی ننگرهار یک سال پیش وعده کرده بودند که این چالش را حل می کنند، اما این معضل هنوز هم وجود دارد. گرو بودن خانواده ها در داشت های خشتپزی در ولسوالی سرخرود ننگرهار به امر عادی مبدل شده است. صدها کارگر در بدل پول اندک نزد مالکان این داشت های خشتپزی گروند. شوکت یکی از کسان است که از 2 سال گذشته در بدل 1 لک کلدار پاکستانی در داشت خشتپزی گروند. بایم کلد است پخون راغل است و منش کدن پیسی اخستی دیست یه لک روپای ببندی. من خلاص لیر مجبوره و دقیقه اولی که لگه است کار که و در میان افراد گرو مانده بیشتر آنان کسانی استند که در نتیجه جنگ های داخلی بیجا شدند. آنان از 7 صبح تا 5 شام و در شرایط دشوار کار میکنند. سر که را پسی گو پیرون تلر شو خختی ها چو منگا تو پی که رونم رونم سنچی آره مجبوری ده پیسی را بندیدی یا لگ روپای دی بس چه کار اونو گو بس بره که من نپریدیم. مالکان داشت‌های خشت‌پزی می‌پذیرند که بسیاری خانواده‌ها به خاطر قرضدار بودن نزد آنان گروند. من گله مختلف پیشکنې ورکو پچا 50 زره پچا یو لکی پچا دو لکی دغه پیشکنې من تر د 12 میاشتو په قرارداد ورکو چې 12 میاشتې به موږ سره په بټۍ کې ګراوي مزدوري تاوې کار بګي. یک سال پیش مسئولان محلی ننگرهار در گفتگو با آریانا نیوز تاکید کرده بودند که این چالش را حل می‌کنند، اما این مشکل افزایش یافته است. آنان دلیل این کار را افزایش درگیری ها می دانند. دغه پروتکل چې موږ لاس لاندې لرو د دې پروتکل لپاره د زمین سازی په خاطر باندې کار کوو چې تر څو موږ وکولای شو په نمونهوي شکل د سرخود بټۍ د دې بحران نه خلاصي. برخی مسئولان محلی ننګرهار به این مشکل کاروبار می گویند و می افزایند که این خانواده ها در بدل 1 سال کار در داشت خشت‌پزی از مالکان داشت قرض می گیرند. خواستیم تا نظر والی ننگرها را نیز در این مورد داشته باشیم، اما با تماس های مکرر موفق نشدیم. والی بدخشان میگوید معدن لاجورد و گونه کامل در دست یکی از افراد مسلح غیر مسئول است. از سوی هم فرمانده پلیس این ولایت میگوید طالبان سالانه 10% معدن طلای راغستان را استخراج میکنند. علی جواد اصغری در استودیو است و در مورد این گزارش را که تهیه کرده خودش معلومات می دهد. جواد سلام، عیدت مبارک و در مورد گزارشت بگو. سلام بیشتر، عید خودت مبارک و از همه بیننده های محترم آریانا نیوز. آنچنان که در لیدم شما گفتین والی ولایت بدخشان نگران از در دست بودن معدن بزرگ لاجورد در کنار از او 5 معدن خرد و بزرگ دیگی لاجورد در کوههای پامیر به دست افراد مسلح غیر مسئول است که دست دولت در اوجا کوتاه است و نمیتونن این معدن ازش استخراج بکنن. به تازگی والی بدخشان هم ادعا میکنن که از این معدن ساحاتی که در دست افراد مسلح غیر مسئول است و ساحات پاکسازی خواهد کنن. یکی از معادن مشهور بدخشان معدن لاجورد است که او به دست یک تعداد افراد مسلح غیر مسئول است. سر از اون کار جریان داره، قطعه برای تامین امنیت از او ایجاد شده
و صحبت هایم شده، ما مطمئن هستیم که در آینده ها اوکیتر را در معدن جا با جا کنیم و با او حدی که تبلیغ میشه استخراج هم در اوجا وجود داره، چون بازار نداره فعلا. در کنار از این نگرانی‌های هم وجود دارد که معدن طلا در ولسوالی راغستان ولایت بدخشان به دست طالبان است و از اوج استخراج میکنه. فرمانده پلیس بدخشان میگه که سالانه طالبان 10% طلای از این معدن استخراج میکنن. تصفیات و استخباراتی که با بر ما راپور میتن و خود ما هم قضاوت عقلانی اگر بکنیم، دشمن با او شکلی که تبلیغات میشه از او استفاده کرده نمیتونه. تخمینا چند فیصد؟ ممکن 10% استفاده بکنه. آگاهان هم به این باورند که منابع عایداتی طالبان تنها مواد مخدر و استخراج معادن نیست، بل حامیان بیرونی هم داره که از دولت میخواهند دست اینا کوتاه شود. متاسفانه منابع عایداتی اینها یک جزوی یک بخشش است که شما اشاره فرمودین و اونهایی که طالبان را و یا گروه های وحشت افغان و دهشت افغان را تمویل میکنه اونها کسای دیگه ایست. در کنار از این کشت و قاچاق مواد مخدر در ولایت بدخشان و حضور پررنگ مافیا، نگرانی دیگری است که بدخشانی ها از آن رنگ میبرند. تشکر از خودت علی جواد. خانواده ای که سه عضو فامیل خود را در حمله بر مسجد امام زمان از دست دادند میگویند اید دیگر برایشان مفهوم ندارد. پسر این خانواده میگوید ادامه زندگی بدون مادر برایش جز رنج بیش نیست و گروه های هراس افغان تمام خوشی هایشان را گرفته است. الهه عمری با جزئیات بیشتر در این مورد. در حالی که سفره های خوشی در خانواده ها از بهر روزهای عید پهن می شود، اما این خانواده کلیم غم از دست دادن عزیزانشان را هم بار کردند. بی بی هزاری، لاجورد و یاسمین هیاهو برای بردن ایدی به خانواده نامزد پسر بزرگشان داشتند و تمام آمادگی ها برای اید را از پیش گرفته بودند تا هفته آینده اید خوشی را با خانواده سپری کنند. اما پیش از رفتن به خانه نامزد پسرش، نخست به مسجد برای ادای نماز جمعه می روند، بی خبر از آن که دیگر به خانه بر نمی گردند. 12:48 دقیقه از خانه حرکت کردن وقتی مادرمشان با آزار امید که برن نماز بخوانن و روزه بدان بودن، مادرم همراه مادر کلانمشان از این تصمیم گرفتن ما عاجل که میریم نماز، بعد از اون میایم به خاطر به بیادرک میدی میبردن. تمام بانوان این خانواده در حمله مرگبار هراس افغانان در مسجد امام زمان جان باختن و تنها یک دختر 9 ساله از آنها بجا مانده است. یک خانواده که به اصطلاح 3 نفر خود شهید بته، یک نفر خود زخمی بته، دیگه چی داره؟ وقت عیدی یعنی روز خوشی، خانواده که به اصطلاح 3 نفر شهید بیده چی خوشی داره؟ بارکم شهید شده، مادر کلانم شهید شده، عمم زخمی شده، چیزی که سیاسر بود در خانه ما کلشان رفتن، کلشان این رقمی شدن. ما دیگه سرپناه نداریم، دیگه کسی نیست که ما راز دل خود برش بگیم. اما پسر کوچک این خانواده با چهره رنگ پریده میگوید دیگر مادر نداریم و یتیم شدیم. ما به مادر ضرورت داریم. یتیم شدیم. سه عضو یک خانواده، مادر کلان، آروس و نواسه، پس از اینکه تمام آمادگی ها را به خاطر عید میگیرن، میاین به مسجد تا اینکه نماز بخوانن و به خاطر آروس شان دعا کنند، اما بی خبر از آن که مخالفان دولت آنها را برگبار میبندند و تمام آرزوهایشان را اینجا به خاک میبرند. الهه عمری، آریانا نیوز. وقفه کوتاه در آریانا، خبرها را از آریانا نیوز دنبال کنید. وزارت دفاع ملی میگوید فرستادن نیروهای بیشتر آمریکایی برای پایان یافتن جنگ کنونی افغانستان نیاز است. از سوی هم شمار از سیاسیون میگویند ضرور است آمریکا در دراز مدت نظامیان افغان را حمایت کند. علی جواد اصغری با جزئیات بیشتر در این مورد. پنتاگون تصمیم گرفته نیروی بیشتر برای افغانستان بفرسته. نیروهای خارجی موجود در افغانستان جوابگوی جنگ کنونی گفته نمیشه. از همین روز که وزارت دفاع ملی کشور نیز از افزایش بیشتر نیروی آمریکایی در افغانستان استقبال میکند. کماندوی ما قطعات سرحدی، قطعات نظمی همه
کشف و استخبارات، انجینری، توپچی، زاردار، اینا کاملا با پای استاد میشن، اینا تسلیم میشن، تجهیز میشن. بنان برای آموزش بیشتر ضرورت است. این سربازای اضافی که میان، اینا در آموزش کمک میکنن. پس از اعلام راهبرد جدید آمریکا برای افغانستان، وزارت دفاع این کشور در امر پشتیبانی نیروهای افغان چند تعهد داده است. در حال حاضر عملی شدن این تعهدات بر وضعیت جنگ تا چه حد کمک می کند؟ بیشتر اردوی ملی و پلیس ملی تجهیز شود و با حمایه 100% اوایی اینا تجهیز می شود بهتر خواهد بود. وزیر دفاع آمریکا هرچند در مورد تعداد سربازان تازه نفس که به افغانستان می روند جزئیات نداده است و اما اظهار می دارد که این موضوع را بعد از بررسی آن در کانگرس در هفته بعد اعلام خواهد کرد. فکر می توجه کنید به چند رویداد کوتاه از خارج کشور. ایالات متحده آمریکا اجازه انتقال کاروان داعش به مرز عراق را نمی‌دهد. ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا گفته که مصمم است تا مانعی از آن شود تا کاروان موترهای حامل پیکارجویان داعش به منطقه تحت کنترل آنها در شرق سوریه برسند. صدها نیروی داعش در قالب توافق آتش‌بس اخیراً منطقه را در مرز با سوریه و لبنان را که تحت کنترل داشتند به نیروهای سوری واگذار کردند. پیکارجویان داعش با جنبش حزب الله و دولت سوریه به توافق رسیدند که این منطقه را به همراه خانواده هایشان ترک کرده و به سمت شرق سوریه بروند. ائتلاف آمریکا در بیانیه اعلام کرده است که از روسیه خواسته است تا رسما به دولت سوریه بگوید آمریکا و متحدانش اجازه نخواهند داد 17 موتر حامل نیروهای داعش به شرق سوریه و مناطق مرزی با عراق بروند. با خبر اقتصادی شما را خوش آمدید. بانک 8 ماه از سال مالی می گذرد اما واحدهای بودجوی نتوانستند بیشتر از 30% بودجه انکشافیشان را به مصرف برسانند. وزارت مالی از اداره های دولتی می خواهد تا پایان سال مالی بودجه توسعیشان را به مصرف برسانند. جزئیات بیشتر در گزارش. در حالی که 7 ماه از سال مالی در کشور می گذرد، اما تا اکنون وزارتخانه های کشور به شمول واحد های بودجوی نتوانستند بیش از 30% بودجه توسعه‌ایشان را به مصرف برسانند. مسئولان در وزارت مالیه کمبود ظرفیت را عامل اصلی این مسئله می داند. ولی زمان هیله داده چه دوی دو بودجه مصرف ده هر رجمن پر اساس چه دوی کرده ده بودجه ده استماعی پر وقت که در مغ جمعن پر اساس دوی اقدامو کی تلاشو کی او ترسو دوی دین کشافی بودجه مصرف پور تلارسی زکر چه داغ مصرف هم کارموندن بانده تحصیل داری هم اقتصادی روش بانده تحصیل داری او همون کولی چه پا افغانستان که اغا ملی پروژه و برنامه پلیکلو. آگاهان اقتصادی میگویند تا راهکار منظم برای به مصرف رسیدن بودجه توسعه‌ای در نظر گرفته نشود، همه سال شاهد به مصرف نرسیدن بودجه انکشافی خواهیم بود. بودجه ملی را باید نهاد ملی با مستقل به وجود بیاید که نهاد ملی از اینکه بودجه را تصویب میکنه باید یک بازوی نظارتی داشته باشه که مدام از وزارتخانه ها این نظارت بکنن که در گذشته وزارت پلان این وظیفه را داشت و پروژه را نظارت میکرد. امروز نبود ساختار درست و مدیریت و نظارتی این دشواره ایجاد کرده. به مصرف نرسیدن بودجه انکشافی میان حکومت و مجلس نمایندگان از مشکلات اصلی است. توجه کنید به وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ دیگر کشور. سپاسگزار هستیم از همراهیتون با مجموعه خبری این ساعت. شبتون خوش. خدا نگهدار.